قرار است هفته آینده نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ایران در اسلام آباد برگزار شود. عبدالباسط سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید این نشست با اشتراک رؤسای جمهور سه کشور به منظور مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر و همچنان همکاری های منطقه‌ای برگزار میگردد. در حالی که آمریکا در تلاش است تا گفتگو با طالبان را سرعت بخشد، با سوی هم حکومت افغانستان از حاشیه قرار گرفتن در این گفتگوها نگران است. عبدالباسط سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید قرار است نشست سه جانبه میان رؤسای جمهوری افغانستان، پاکستان و ایران در هفته آینده برای دروز به منظور همکاری های منطقه‌ای، مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر به میزبانی اسلام آباد برگزار شود. نشست سه جانبه میان رؤسای جمهوری افغانستان، پاکستان و ایران هفته آینده به میزبانی اسلام آباد برگزار می‌گردد. این نشست می‌تواند فضای اعتماد را میان این سه کشور افزایش دهد و در آن روی مسائل منطقوی، مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر بحث و گفتگو خواهد شد. هر کدامی از اینا دارای استراتژی معین خودشان است. پاکستانی‌ها می‌خواهند که از یک وخامت اوضاع سیاسی که بین پاکستان و آمریکا به وجود آمده بیرون برن، و همچنان ایرانی ها تلاش میکنن که منطقه را هم بسازن برای خودشان و افغان ها هم در حالت نوع سردرگمی سیاست هایشان قرار داره. فکر میکنم که این تنها از شکل خوب است، ولی نتایج و او دستاوردهایی که باید داشته باشه متاسفانه که حتما نخواهد داشت. این نشست در حال برگزار می شود که برخی آگاهان به این باورند سفر اخیر مقام های پاکستانی به افغانستان و قطر نشان می دهد که پاکستان به دنبال رسیدن به اهداف خود در منطقه به ویژه افغانستان است. و گفته می شود نخست وزیر پاکستان پس از دیدار با مقام های قطر در نشست هفته آینده پیشنهاداتی را در زمینه صلح به حکومت افغانستان ارائه خواهد کرد. خواستیم در این مورد نظر حکومت را داشته باشیم، اما با تماس های مکرر موفق نشدیم.